مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، راه شهر ار باورین غفل را. 50 سال تجربه منو مأمور کرده که بیام اینجا به شما بگم میتوانستیتون نیخ کنید، نذارین خشم بهتون غلبه کنید، هیچ وقت نذارین خشم بهتون غلبه کنید، همه چی رو بگذاریم و دیگشو امضا کنید، ولی خشونت نکنید. همین جسد خوش قد و قامت دوران رو به پزشکی قانونی بردن. کیهان ورزشی در اون روز فوق‌العاده‌ای منتشر کرد. تیتر خیلی زیبا بود: دل شیر خون شده بود. اشک جاری شد بر پهنه صورت مردان. جنازه تون پرکا بر دوش یلان، یلانی از نوع مرگوم. در تشی کاسه، پیشه‌ور، زن چادرچیت فرزند به بغل، دانشجو با کروات، عینک، تیپیک آن دوران، زن، مرد مشارکت داشت. جسد نیز حس تنهایی نمی کرد. چون حامی فقیران و دشمن خسان بود، او مورد احترام در شهر و هر مکان بود. خواهان لطف یزدان و صاحب زمان بود. یارب به حق مولا حیدر امیر مؤمن، روح شریف او را بچه‌ای که در زلزله بی سرپرست شدن، بدون پدر شدن، بعضی هم بدون پدر و مادر و بدون خواهر و برادر. اون 6 تا خانوم 3 ماه در یک کانکس شهرداری زندگی میکنن. شهرداری بعد از 3 ماه اون کانکس رو ازشون میگیره، 6 ماه توی چادر یونین ادامه اداره بعد زندگی در برای رسیدگی به این کودکان. بعدن دیگه آرام آرام با کمک‌هایی که خودشون خلق میکنن و از پیرامونشون میگیرن، تأسیسات در حقیقت برپا میشه. 550 نفری رو که گرفتن سرپرستشون رو، الان همه اون بچه ها حداقل 22 سال دارن، فارغ التحصیل شدن، بعضی هاشون خارج از کشور دارن تحصیل میکنن، بعضی هاشون هم با همدیگه ازدواج کردن، بعضی هاشون هم مستقل ازدواج کردن. ضرباهنگ های یک سده نفت در ایران. یک سده بزرگ تکه است از لوح بسپهناور تاریخ، حاوی 100 سنه، 400 فصل. 100 پیش فصل جنبش و خیزش و روش و جهش و دودکش در باختر زمین. 100 فصل تماشای گذر آب، زیست محدود بیشتاب، خواب و فرصت سوزی ناب در خاورش. وقتی دو فصل بر هم قرینه شد، ولع باختر نشینان گذر کرده از فلاحت و روی کرده به صناعت برای تسخیر و تملیک، آنان را به میهمان مطالبه جو و مهاجم مبدل کرد و در فصل خورشید گرفتگی این سوی زمین، حاکمان خاورنشین نیز میزبانانی خوشمشرب، سفره گستر و امتیاز افشان. در عصر امتیازات
سه دهه پس از آنکه رویتر در یک توافقنامه بس پروپیمان بهره برداری از آب و خاک و کوه و دشت و معدن و جنگل را از شاه قدر قجر یک جا به هبه گرفت، ناکس دارسی انگلیسی حق الامتیاز کشف و استخراج نفت زبون سیاه را به کف گرفت. در خیز اول کشف و نقب، نفت از فسیل ها دل نکند و از قعر به سطح نیامد، اما در خیز دوم خاک جنوب را مرطوب و تیره کرد. می‌دونم به هر حال فشارهای روحی ناشی از آقای مهندس حاله بوده، شوکه که به حاله بوده. به هر حال اونام تو زندانن، دستشون بسته، دستشون کوتاهه، شرایط خوبی ندارن و ما مثلا بی‌خبریم. ما آخرین باری که دیدیم دوشنبه یه هفته پیش تو ملاقات بود که اون موقع خوب بود نسبتاً، ولی الان اینکه بودم قبلا خب یه فشارهای قلبی بهش وارد شده بوده قبلا تو زندان. جمعه اووردنش بیمارستان مدرس، دو دفعه در زندان اوین فکته کرده، دردش رو اعلام کرده، بعد از 5-6 ساعت رسوندنش به بیمارستان که خیلی دیر شده. تو این فاصله به ما اصلا نگفتن دیگه چی بگم، دیگه این نامردی ها، اینا رو من چی بگم؟ بین که دنیا زین همه